یکی از اونا لحظه یه درست بین مرگ و زندگی، بین بودن و نبودن. میگن تو این لحظه همه زندگی گذشته یادم مثل یه فیلم با دور توند از جلوی چشماش میگذره. همه کارهایی که انجام داده و کارهای زیاد دیگه ای که فرصت انجام دادنشو پیدا نکرد. هیچ کدوم از این اتفاقا واسه من نیفتاد، فقط زل زده بودم به روبه روزانی های باقی مونده اون رو حساب میکردم. بودمش یه روز، من عجله دارم. مامانی با شما میگم کارت من دست شماست، من دارم یه ساعت داد میزنم. یه بشین کارت دارم. بده من قربونت دارم، چی کارم داری ساعت یه اوه یازمانی؟ بده من دوازم نمیرسم. بده من قربونت. تا به حرفام گوش ندی محاله بذارم از در بری بیرون. آخرش همین مشتری به دست ما در. بفرمایید. وقتی من میبینم تو چشماتو بستی و هر کار دلت بخواد میکنی، من نمیتونم خونسرد باشم و چیزی نگم. مامان شروع نکن تو رو خدا، مگه ما حرفامونو با هم نزدیم؟ ولی هیچ وقت به نتیجه نرسیدی. به چه نتیجه؟ یکیش همین، تو چرا باید ماشینو بفروشی تا برای ترگل خانم حلقه آنچنانی بخری؟ به خدا داری اشتباه میکنی، ترگل مدل ما نیست،
یه مدل دیگه است، از یه طبقه دیگه است. تو عمرش هر وقت هرچی خواسته براش آماده گذاشتن جلوش. تو نمیتونی دسته همچی دختری رو بگیری بیاری توی خونه 70 متری یه اون باش زندگی کنی. ما چه فرق میکنه تو خونه چند متری زندگی کنی؟ چه حرفی آخه شما میزنی؟ ای کاش میفهمیدی همه چی عشق و عاشقی نیست. نمیفهمم دیگه. ببین قربونت برم، این که یه ماشینه، من حاضرم هرچی دارم و ندارم بدم که اون راحت زندگی کنم. پس اقلن قرار عقد رو بنداز عقب‌تر. این همه عجله برای چی آخه؟ آنی حواس پرتی گرفتی؟ ترگولم شب پرواز داره یه بدتر. اصلا بهش بگو مادر بزرگم گفته امروز روز خوبی نیست برای عقد کردن. آها، امروز روز خوبی نیست. همه صبر میکنن امروز عقد کنم، به من که رسید روز خوبی نیست. نه بده من اون کارت قربونت بره، بده من فدات بشم، بده مامانی جون دیرم شده، بده من قربونت بره. ساعت 4 منتظر من باشی یا 5 بعد محضر باشی؟ خب چرتو پرتا از ماشین میوردم بیرون دیگه دلم نمیاد نسید یار در برم اتاق رو پای تلفنم شده یه بار دیگه باش کاری کرد. کجایی الان؟ دارم از آژانس میام بیرون. خب یعنی بلیط درست شد؟ آره به خاطر سفارش بابا یه ساعت بلیطم عوض کرد. پرواز ساعت 11. آره عالی. تو کجایی؟ من بابا منم که توی ترافیک احمقانه گیر کردم. اصلا بیا ببین فقط من یه سر میرم خونه لباسم عوض میکنم بعد میام اونجا میبینمت. یارو فقط نره. به خدا اگه به خاطر اصرار بابا و ماما نبود راضی نمی‌شدم به خاطر یه حلق ماشین تو بهش. ببین ما که نشستیم راجع به این قضیه با هم حرف زدیم دیگه. چرا ولی؟ بی ولی. باشه فقط یه چیزی. چی؟ مامان باز دست گل به آب داده. زنم اون زنگ زده گفته اومد میخواد شاهد عقد ترمیم باشه. اوه حالا من گفتم چی شده. خیلی خوش کار من. باشه میبینم بهت. خدا حافظ. دوباره تا قرمز نشده برو دیگه آقا جان برو. ای بابا شرمندت هم به خدا حالا خدایشو چیزی نشده. این چیه پس؟ خدا عجله داشتم اصلا حواسم به شما نبود. دعا کن یارو تو سر قیمت ماشین نزن. ماشین 20 بیشتر کار نکردم. مدل 86 قیمت 6 و 500 اوکازیون بود. اوکازیون بود با این خط بعد بیا قیمت خرابش رو تخفیف بهم بدی. به خاطر این خط قیمت ماشین رو خراب نکن آقای محمدی. ببین از زمان ماشین برای خانم هم میخوام. خانم هم ظاهر ماشین خیلی حساسه. من باید رنگش کنم بعد داشته. ظاهر که درست آقای محمدی. موتور ماشین رو نگاه کن شما. به لحاظ فنی سالمه باشه. عباس آقا 6 و 300 رو خرش. عباس جا بفهم نه بابا نمیدم بارو دور چونه بزن عباس. آقای محمدی 6 و 500 آخرش میگه 50 تومن 100 تومن هم من میتونم کم کنم برای چه کار کنم آقا؟ عباس آقا قیمت رو هم به خاطر خط 200 تومن بخوای کم کنی آقا قیمت رو بازار عباس آقا
بنویسیم آقا رضا شیش و نیمه یه حرف صحبت کردیم صحبت کن دیگه قربونه من 6700 هفته پیش مشتری داشتم خودت میبینی عباس بعد از 100 بزن روش من پول لازم نبود واسه این نمیفروختم 150 تومن 100 بزن روش بنش من دیرم آدم سفتی آقا رضا بزن ببینم چیکار میکنم آقا اینا میگه 500 کمتر نمیدم 100 هم من برات کم میکنم 6400 حواس خاطر جمع جای دیره این قیمت ازت نمیخرم سفرش هم شکسته چیکار کنم آقا رضا بنویس آقا بنویس شدی پس نیم ساعت پیش از جواهر زنگ زدن گفتن حق دو ساعت دیرتر حاضر میشه چی گفته من الان اینجا هم حلقم حاضره یه زدی خودش به من زنگ زد نمیدونم حتما اشتباه بهت زنگ زده نمیدونم شاید حالا کجایی الان باورت نمیشه دارم میرم پیش مارتا و کاسیان کی میخواد دست از این دیوونه بازیات برداری ولی الان کنسلش میکنم میام سمتتون نمیخواد برو به کارت برس مرسی که بهم اجازه دادی برم فقط قرار محضر کنسل نکن یا دست میپرم چشم پنج باشه راست ساعت 5 میام خدا چطور مامانی خوشت نیومده برام عوضش کنم و زخما تو همه که حالا بدون حلقه 4 میدونی نمیشد عقد کرد ترگلم راضی نبود من خودم اصرار کردم دارم نمیخواد اول زندگی بخور تو ذوق باشه چی بگم والا من که سر از کار شما جوانها در نمیارم همه کارتون هول هولکیه ناسلامتی نازی تو رو دست من سپرده هول هولکی رو خوب میایا شو 4 سال من که هر چی بگم تو کار خودتو میکنی تو باز اومدی نسازی که من یه قول ندادی امروز از عشق آه و ناله و اینا خبری نیست زد زیر قوله من این خودت همیشه نمیگه همیچی رو بسپر دست خودش تو که لاله ولی چرا خوابت نمیبره خود شما همیچی رو بسپر دست خودش ماشالله مامان اتی همین رو میخوام قول بره تو محضرم همیچی رو باشی قول مطمئنی عروس خانم تشریف میارن؟ بله حتما تو ترافیک چیزی گیر کردن میگه خب من که دیروز خدمت رو عرض کردم که ساعت 6 مجلس دیگه قرار دارم بله فرموده بودیم ولی خب ترافیک تهران دیگه روی چی نمیشه حساب کرد حالا مادر یه زنگ دیگه بهش بزن ضرر که نداریم خطر آمده به خاطر شما 20 دقیقه دیگه هم سب مهم ولی بعدش شرمنده هم کجایی پس؟ ده بار گرفتم به دست رسم بودی نمیدونی تو چه بعضی گیر افتادم چرا چی شده مگه؟ ماشین شرق خراب شد عشبو شدم ماشین کرد خیلی خود آروم باشه به چیزی نشد چه میرسه؟ به ماما اینا گفتم مستقیم بیاد منزل خودم فکر کنم دیگه تا 6 برسم 6 که خیلی دیره این آقای حسینی گفته فقط من 20 دقیقه دیگه برسم ببین چیز کن پر بشین خونه من تا یه ساعت دیگه به زنگ میزنم میگم کجا بیه مگه الان محضر پیدا میشه من پیدا میکنم بشه پس منتظر زنگت رضا جانم بابا این که نمیخوام خواستگار قبلیم شاهد عقدم باشه غیر معقوله خب پسرمون باشه شما که همه قراراتونو گذاشتین
دیگه نظر منو میخواین چیکار؟ چه خودمو اون بعض وقتی کاری میکنی ها. نه هنوز نگرفتم، دارم دنبال جا پارک میگردم. خدافظ. تو نمیشه بچه‌ها به چه سختی ساعت پرواز شما رو تغییر دادن. واقعا ممنونم، لطف کردین. من اگه بلیطم برای 11 امشب اوکی نمیشد تمام برنامه هم به هم می‌ریخت. دیگه وقتی آقای شهرشاهانی دستور کاری بده ما چاره‌ای جز اطاعت نداره. خیلی ممنون. خدا نگهدار. الو. کاری کردی؟ کجا هرم؟ دارم از آژانس میام بیرون. یعنی بیلیت درست شد؟ آره، به خاطر سفارش بابا یه ساعته بیلیتم رو عوض کردم. هر روز ساعت 11؟ آره. آج باشه، تو کجایی؟ منم که چیز چرا احمقانه یه جلازه بیاره کنه یورپا رو نره. ببین رضا، به خدا اگه به خاطر اصرار بابا و مامان نبود راضی نمی‌شدم به خاطر یه حلقه ماشین تو بفروشی. ما که نشستیم راضی نگذیم و حرف شدیم دیگه. چرا ولی؟ ولی باشه، فقط یه چیزی. چی؟ مامان باز دست گل به آب داده. زنمو زنگ زده گفته هومن میخواد شاهد عقد ترگولی باشه، اونم تو رو درواسی قبول کرد. آه حالا من گفتم چی شده. خیلی خوش کنم بای سر دو باشه. ببین فقط من یه سر میرم خونه لباسم عوض میکنم بعد میام اونجا میبینم. خدا خدا اگه دروغ گفته باشی من میدونم تو شراره. اگه اسم مارتا رو نمی آوردم جواب نمیدادی دیگه. همینجوری هوای رفیق چند سالتو داری. خیلی خوب بگو ببینم چی شده. هیچی. بالاخره با مارتا برات قرار گذاشتم. دروغ میگی؟ چجوری؟ مفصله. فعلا بود آماده شو که خیلی دیره. دیره؟ بابا 20 دقیقه دیگه با هم تو کافی شاپ قرار گذاشته. یعنی ساعت 2 امروز؟ ولی من ساعت 2 با رضا قرار دارم. باید برم حلقم رو تحویل بگیرم. یعنی قراری ها که چند ماه منتظرش بودی به هم بزنم؟ نمیدونم آخه نمیتونم به رضا بگم نمیام که. بیچاره ماشینش رو فروخته که اون حلقه ایو که مامان واسه من انتخاب کرده بخره. ببین شراره، آژانس خیلی وقت دمه در وایستاده، منم خیلی دیرم شده، ببخشید. خدافظ.
الو 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 صداتون نمیاد. الو بفرمایید، خودم هستم. باشه پس ما ساعت 4 مزاحمتون میشیم. خدا نگهدار. الو خدا خیلی دوستم داره ها. چرا؟ چی شده؟ از جواهر فروشی زنگ زدن گفتن کار تنگ کردن حلقم طول کشته، 2 ساعت دیرتر حاضر میشه. بابا دیوونه ای مگه؟ پس بودو شهیدم از بدقولی متنفر. میبینم. خداحافظ. من که گفتم این مسیح شروع دارم. میشه صدای زبطتون رو کم کنیم؟ آقا کمش کنیم. الو چی شدی پس؟ مگه به تو خبر ندادم؟ نیم ساعت پیش از جواهری زنگ زدن گفتن حلقه 2 ساعت دیرتر حاضر میشه. گفته من اینجا حلقه حاضره. آماده است. ولی زدی خودش به من زنگ زد. بیچاره کلی معذرت خواهی کرد. نمیدونم حتما اشتباه به زنگ زدن. نمیدونم شاید. حالا کجایی الان؟ اگه بهت بگم باورت نمیشه. دارم میرم پیش مارتا بوکاسیان. شراره پیداش کرده. ولی الان که حسلش میکنم میام سمت تو. نمیخواد برو به کارت برس. جدی میگی؟ مرسی که بهم اجازه دادی برم. تا قرار منظر کنسل نکنی یا دست دیگه میپرم. چشم 5 محضر باشه. رفت ساعت 5 میگیم. خدا چقدر دیگه شد. همون جوری که خواستی عکسار که گرفتی چه خوشگله. ممنون. خوش شما یه قهوه دیگه هم داشتید. همراهمون تا چند دقیقه دیگه میرسه. امیدوارم. گفتی از بدقولی متنفره. کوپ هست. منشیش میگفت خیلی آن تایمه. خیلی 3 و نیم شد. تو رو خدا یه زنگ بزن ببین کجا مونده. اگه به قرار اصل نرسم دیگه نمیدونم چی بهش بگم. باشه 10 دقیقه دیگه. دیگه هم میشینیم اگه نایمد میریم. همشون همینن. تا یه ذره معروف میشن هر جور دلشون میخواد رفتار میکنن. اونگه بقیه اصلا آدم نیستن. نگفتی چجوری پیداش کردی؟ حالا اینه؟
کمی زبود باشید خانم ترگل. ترگل، من نمیخوام از اتفاقات پیش پا افتاده، سفر یا پولی که قرار هفت وعده دیگه به دست شما برسه حرف بزنم. اینجا توی فنجون قهوه شما یه لکه تیره میبینم، یه نقطه سیاه، یه سایه. یعنی چی؟ سایه‌ای که داره هر لحظه به شما نزدیکتر میشه. مثل یه حادثه؟ نه، حادثه نه، این چیزیه که خودت داری دنبال خودت میکشونیش. یه آدم. من نمیفهمم شما چی داری میگین. آینده و راه روشن تو بدون حضور این آدم، این مرد، امکان پذیره. با وجود این سایه همش تیرگی نیست. حالا این سایه، تیرگی، مرگ، هر چیزی که هست شما داریم میگین، کی قراره گریبان من رو بگیره؟ خیلی زود. شایدم امروز با کسی قراری داری. امروز قراره عقد کنه. هر تصمیمی که برای زندگیتون گرفتین ترگل خانم، بهتره تغییرش بدین. اون آدمی که گفتم اسمش دو بخش داره، حرف اول اسمشم ره. من اصلا از حرفتون سر در نمیارم. پیش از اینکه سر قرارت بری خوب فکرتو بکن. ببخشید آقا. چی شدی آقا؟ این خود بازی ها چی بود در آوردی؟ بابا اصلا من غلط کردم با این دیوونه قرار گذاشتم. آخه ارزششو داره به خاطر یه مش حرف بی سر و ته امروزتو خراب کنی؟ ناسلامتی یه ساعت دیگه قراره عروس بشی. حرف بی سر و ته؟ تو نبودی میگفتی 99% پیش بینیاش درسته، الکی حرف نمیزنه، هر چی. حالا من یه چیزی گفتم، نمیشناختمش که، همه رو از نون شنیده بودم. به خودت تا اخماتو با نکنی رومو بر نمیگردونم. جفتم رو بکشتم. اگه بخوای اینجوری باشه همون بهتر که بمیری بری پی کارت. من که حسه جونم رو نمیخورم، نگران ماشین تو هم که قسطاش هنوز تموم نشده. خوب شد حتما باید زور بالا سرت باشه. ای بابا گیر دادی یا ببخش، فکر کردم بعد از 3 سال دوست دیگه با هم غریبه نیستم. خب حالا قهر نکن. خب ناراحت میشم وقتی میبینم دوستم یه مشکلی داره و به من نمیگه. بازجون تموم شد،
حالا من واسط میگم تو چند ساعت آینده چه اتفاقایی بود. همیشه اینجور وقتا بحثو عوض میکنی. الان ساعت دقیقاً 4:25 دقیقه است. وای چقدر دیر شد. تو هفته من برمیش. شما حد اکثر تا 10 دقیقه دیگه میرسی خونه. لباس میپوشی. رأس ساعت 5 همراه خانواده تشریف میاری محضر برای عقد. بدون یه دقیقه تأخیر. چی شد؟ نمیدونم چش شد یه دفعه. همینو کم داشتیم. نگو روشن نمیشه. تو پاشو برو دیرت میشه. پس تو چی؟ من یه کاریش میکنم تو پاشو برو. دیگه. برو خدا خبر بده چی کار کردی. باشه خدافظ. باشه پس من منتظر زنگت. رضا جانم ازت ممنونم. آقا لطفا دور بزنید. بازم سر کله دیمره پیدا شد. اومدیم دستبوس. دستبوس؟ بابا تو خیلی پر روی. خیلی پر روی. ببینم بعد اون گند آخری که به بارا بردی بگه نگفتم دیگه این دوره باره پیدات نشه. گفتم یا نگفتم؟ گفتم اگرم پیدات شد با دست پر. چرا فرمودیم؟
پس به دست پر اومدی؟ راستش الان که شرمندم اسمال آقا، اما اگه یه حال کوچولو رو ما بدی تا شب دست پر برمیگردم. حسابتو که صاف میکنم هیچی، یه شیطیل درست حسابی هم پیش خود من داری. چایدی یادشو با هم بریم داشم و نکبر. آقا تو جیباش شیپیش داره استقاب بازی میکنه، بعد میخواد یه شیطیلم به من بده. به من مرد که دوزاری، تو پولت کجا بود؟ تو اگه خیلی مشتی هستی ها حساب قبلتو صاف کن. چرا آب ریزی میکنی؟ چشم حساب تو قرون آخرش میدم. خیالت راحت شد؟ جونه اسمال آقا، جون خودت، از جون خودت مایه بذار. مردی که دوزاری ببین غلام، بلند شو رسومانو بیشتر از این خراب نکنن. یه کار امشبی شبه ایلی هست خودت دست من میدی. بلند شو آقا جون. چشم میرم آقا اسمال، چشم میرم. جون اسمال آقا، جون خودم، یه مشتری نون و آبدار به طولم خورده، اون ماشین تا چند ساعت قرض میخواستم، سر ساعت ده شبم برش میگردونم، همه بدهی هم صاف میکنم. کوشم اگه دروغ بگم. بس کن اینقدر چرت و پرت به من نگو آقا جون. چقدر داری دلبری به من میگی؟ مرد سرویس جدید رو کن. باشه بیا بیا بگیر این ساعت بابت تضمین. خوبه؟ خودت میدونی هیچ چیز تو دنیا از این ساعت برای من عزیزتر نیست، خیلی هم قیمتیه. اگه تا ده شب نیومدم برشت مال خودت. سویش دست اکبره. الو مارتا هستم، بوکاسیان. الو الو صداتون نمیاد. الو الو صداتون نمیاد. ما هر کی باشیم نوکر شماییم. رأس دهیشم اینجا. با یه فال قهوه زیر و روش شدم، به چیگه لحظه رفتر زیادم، خودم از دست خودم رنجیدم، اخوان جون تو رو از دست دادم. میبوند چجوری پیداش کردی؟ حالا اینه؟ مارتا هستم، بوکاسیا. اسم چمون به خونمون یه راه باریکیه، وقتی میخوام برم خونه خود من باریکیه. ببخشید آقا. یعنی پول این ماشین هم ندیم؟ خب نمیشه که روز شب فرش مخواده امروز رو دیم، اگه امروز پول نگیرن شلوغ میکنن. طوری نمیشه، اونا مثل آب خوردن خر میشن، کافیه وعده یه ماه حقوق اضافه رو بهشون بدیم کیفور کیفور میشن. فقط یادت باشه هر کی صداش در اومد نوکشو بچینی. خیالت راحت باشه، نمیذارم کسی جیک بزنه. باز کجا پیچوندی رفتی؟ ببخش من دیگه رفتم یک غذا بگیرم. زود تمومش کن، بعد بیا تو طبقات پیستا کارتون. چش چش نه بابا
الله ها دوستون دوست دیرن. ببین صاحب کارمیز که سن هفته گل بری بویون همینم تصفیلیه ها. نه نه هم مشرایم هم فامیلره یعنی که انشالله که الان هفته توی موزه تو تازری بود ها؟ چینی ها؟ جوزو مسته صفیه ناراتون ما هر زاد دوزله اما آقای صفایی قول داده که تو ماه آینده یه ماه حقوق اضافه بهتون میده. آه چرا نمیشه؟ شما قول داده امروز تصفیه کنی تصفیه کن دیگه. گفتم آقای صفایی گفته که نمیتونم دستش تنگه. خب نمیتونه چرا کارگره برده؟ واسه اینکه این ساختمونه بسازه به تو چه جغله؟ دو ماه حقوق نداده. خیلی خب نداده که نداده. عوضش ماه آینده یه ماه حقوق اضافه بهت میده. من الان پولمو لازم دارم. امروز میخوای؟ خیلی خب. امروز بعد یک چیزی میدم کار دا بیفته. من که دارم من حقمو میخوام. اینقدر حق نکن. اصلا من حقتو نمیدونم. میخوای چیکار کنی؟ اگه میتونی هیچ کس سالا نتونه سگ منو بخوره. من میتونم. یه آبم روش میخورم. حالا چیکار میتونی بکنی؟ همینجا پولت میکنم. منو پول میکنی؟ آره من اگر نباشم هیچ جارات نمیدن تو هیچ کارگاه یاد نمیدن همه این شما رو من آوردم سر کار حواستون باشه میخوای از نون خوردم بندازم ات آره اگه تو میتونی بکن حسین بعد دستش بیرون علی بیرون نه نفس کن بابا علی بیرون الو سلام آقا صفایی قربونتون برم آره خودم آقا جونم آقا خوبه جا مگه میشه رو باباشم هم شیرم آقا دست برورده خودتونیم دیگه آقا آقا مادرشون و عزوشو میشونم مگه میتونم قبول نکنن جون شما ما رو ببینید دو طبقه چیه برج میلاد براتون میسازم بله کی آقا امروز چشم خدمت میرسم باش آقا اصلا همین الان حرکت میکنم قربونتون برم باشه چشم
حواست باشه من الان برمیگردم. سعید اون در باز کن. شرارم دختر محمد تهرانی و سیمین صابری، ساکن خونه پدری، خیابون مخبرالدوله. مخبرالدوله کوچه یاس پلاک 7، اون در چوبی بزرگه. یادت اومد؟ چند وقت بود ندیده بودم. بیا بشین. دلم وسط یه ذره شده بود. نباید یه سر به من بزنی؟ من که دیروز اینجا بودم. خب بگو ببینم چی کارا میکنی؟ کجا هستی؟ بسه مامان چند تا قند میندازی توش؟ من کی قند انداختم؟ میدونی این چندو میشه؟ شیرین شد به خدا. بس قند انداختم. بده من یه چایی دیگه برات بزنم. بده من قربونت برم. بده من. ساعت چند؟ خب این یه دونه، این هم دوتا، همین بسه. ساعت چنده؟ ساعت برای چی؟ تهرانی دیر کرده، برو ببین کجا مونده. مامان بابا 3 ساله که فوت کرده. هر شب جمعه با هم میرفتیم سر خاکش. یادت رفته؟ چرا اینجوری؟ تو اصلا چی کار داری؟ تو کی هستی؟ فراموشیش خیلی وخیم‌تر شده دکتر، دیگه حتی منم نمی‌شناسه. قابل پیش‌بینی بود اما نه به این صورت. خب همه شرایط براش فراهمه، اتاق خوب، سرویس دهی کامل. منظور شرایط بیرونی نیست، به هر حال ایشون یه زن مستقلی بوده، اما با دچار شدن با آلزایمر و بستری شدنش تمام استقلالش از دست داده. ذهن همچین بیمارایی از زمان حال فرار میکنه و به گذشته پناه میبره. خب پیشنهاد شما چی آقای دکتر؟ من پیشنهادم رو 4 ماه پیش خدمتتون عرض کردم. بهتر ببریدش خونه، تو محیط آشنا حالش بهتر میشه. حتما فکر میکنم تا یه ماه آینده این اتفاق بیفته. هر چه زودتر بهتر. فعلا با اجازهتون آقای دکتر. ببخشید خانم تهرانی، یه مسئله دیگه هم هست. چی؟ راستش ما
مدیر کلینیک چند روز پیش دوباره به من تذکر دادن در مورد تصفیه حساب چند ماه گذشته مادرتون. من ماه قبل بهشون قول داده بودم که این ماه این مسئله حل میشه، اما مثل این که مطمئن باشین تا آخر هفته آینده حساب این چند ماه تصفیه میکنم. ممنون میشه. با اجازتون. یا شنیدم از بدگلی متنفره. میبینم. خدافظ. خوب کمی صبور باشید خانم ترگل. ترگل من نمیخوام از اتفاقات پیش پا افتاده، سفر یا پولی که قرار هفت وعده دیگه به دست شما برسه حرف بزنم. اینجا توی فنجون قهوه شما یه لکه تیره میبینم، یه نقطه سیاه، یه سایه. یعنی چی؟ سایه‌ای که داره هر لحظه به شما نزدیکتر میشه. مثل یه حادثه؟ نه، حادثه نه، این چیزیه که خودت داری دنبال خودت میکشونیش. یه آدم. من نمیفهمم شما چی دارین میگین. آینده و راه روشن تو بدون حضور این آدم، این مرد، امکان پذیره. با وجود این سایه همش تیرگی سیاه. حالا این سایه، تیرگی، مرگ، هر چیزی که هست و شما دارین میگین، کی قراره گریبان منو بگیره؟ خیلی زود. شایدم امروز با کسی قراری داری. امروز قراره عقد کنم. یه رنگوشت بذاریم. تصمیمی که برای زندگیتون گرفتین ترگل خانم بهتره تغییرش بدید. اون آدمی که گفتم اسمش دو بخش داره. حرف اول اسمشم ره. من اصلا از حرفاتون سر در نمیارم. پیش از این که برید سر قرارتون خوب فکر کنین. ببخشید آقای بوکاسیان. خواهش میشه. من بعدم با شما تماس میگیرم. دست شما درد نکنه. ممنون به خاطر همه چی. قابل شما نداره. ممنون. ببخشید آقا. چی شد؟
خدا تا اخماتو با نکنی رو بر نمیگردونم. چی کار میکنه دیوونه؟ جلو تا نگاه کن، الان جفتمون به کشتن میدی. اگه بخوای اینجوری باشه همون بهتره که بمیری بری پی کارت. من قصه جون خودمو نمیخورم، به فکر ماشینتونم که قسطاش هنوز تموم نشده. خوب شد حالا درست شد؟ حتما باید زور بالا سرت باشه. الان بعد از 3 سال رفاقتی که با هم غریبه نیستیم. خب حالا قهر نکن، معلومه ناراحت میشم وقتی میبینم دوستم یه مشکلی داره و به من نمیگه. بازجویی تموم شد؟ حالا من واسهت میگم تو چند ساعت آینده چه اتفاقایی میفته. همیشه اینجور وقتا حرفو عوض میکنی. الان ساعت دقیقاً 4:25 است. خیلی دیر شد. تو حرف من حرف نباشه. شما حد اکثر تا 10 دقیقه دیگه میرسی خونه، لباس میپوشی مثل بچه آدم، راست ساعت 5 همراه خانواده تشریف میاری محضر بدون یه دقیقه تاخیر. چی شد؟ نمیدونم چه شد یه دفعه. همینو کم داشتیم. نگو روشن نمیشه. تو پاشو برو دیرت میشه. پس تو چی؟ من یه کاریش میکنم، تو برو. باشه پس ساعت 5 میبینم. سلام خانم تهرانی. سلام استاد. نمیتونی حرف بزنی؟ یه لحظه گوشی لطفا. ببخشید آقای شجاعانی، بفرمایید. ساعت چنده؟ بله؟ ساعت الان چنده؟ 9:35. نه الان ساعت 9:37 است. ساعت تو با این ساعت تنظیم کن. چشم. تنظیم کردی؟ بله. خیلی خوب. ترگل الان تو راه آژانس هواپیماییه. فکر میکنم حداکثر تا نیم ساعت دیگه میرسه اونجا. جرسقی نمونه شد؟ بعد 5 دقیقه دیگه سر خیابون آبادان است. باشه ماشین رو میبری پارکینگ منزل مهندس منصوری. باش تماس گرفتم، ساعت 10 منتظرته. بدون ماشین سرعت کاراش با سرعت مورد نظر ما هماهنگ میشه. درسته. رأس ساعت 1:40 زنگ میزنی به ترگل که احتمالا تو راه جواهر فروشیه. که قرار مارتا رو بهش بگم. آره اونم به احتمال 99% میگه که نمیتونه بیاد چون ساعت 2 با رضا تو جواهر فروشی قرار داره که حلقش رو تحویل بگیره. چه اطلاعات دقیقی. بالاخره نسبت پسرمو دخترمویی همین جاها به درد میخوره دیگه. با ایزدی فروشنده جواهر فروشی هم تماس گرفتم، شماره تو رو داره. شماره اونم برات اسمس میکنم. وقتی ترگل قرارشو بهانه کرد یه اسمس خالی میدی به ایزدی، اونم همون موقع زنگ میزنه به ترگل که بهش بگه حلقش 2 ساعت دیرتر آماده میشه. فکر همه چیو کردی؟ تو ساعت 2 کافه باش.
البته ترگل احتمالا دیرتر میرسه چون راننده آژانسی که اونو میاره از شلوغترین مسیر ممکن میاد. این همکارت اسمش چی بود؟ مارتا، مارتا خوکاسیان. آه. اسم خوبیه. باش تماس بگیر، بگو زودتر از ساعت 3 سر قرار حاضر نشه. باشه چشم. صاحب کافه هم از آشناهای قدیمی می کنترل میکنه که همه چیز طبق برنامه پیش بره. قرارتون رو تا ساعت 4 طولش بدیم. بقیه‌اش هم که دیگه خودت میدونی. ماشین من تو رو خراب میشه، برای ترگل تاکسی میگیرم که بره خونه. آره، اما نه هر تاکسی رو. مصیب جلوی کافه منتظرتونه. اون خونسردترین راننده یکی من به اون دیدم. وقتی ماشین خراب شد ترگل سوار ماشین مصیب میکنه. پیرمرد اونقدر خونسرد هست که ترگل هیچ وقت به محضر نرسید. ساعت 5 دفتر منتظرت. میبینم اتون. دیر نیم. من تهرانی هستم، با آقای شهرشهانی قرار دارم. اجازه بدید. اسم شما تو لیست نیست. من با خودشون صحبت کردم، ولی به هر حال ایشون بدون وقت قبلی کسی رو نمیپذیرن. شما هم اگه بخواین میتونم برای ماه آینده براتون وقت بذارم. سلام، من تو دفترتون هستم. خانم داوودی، شما میتونید تشریف ببرید. میتونم خواهش کنم تو ماشین منتظر من باشی؟ چرا نمیشه؟ رو چشم. بایده. بادیگارد آوردی با خودت؟ چه خبر؟ یه رو پیش با آقای حسینی عاقد محضر صحبت کردم. گفت همه چیز درست و طبق برنامه پیش رفته. خوشحال به نظر نمیای؟ نه، خوشحال نیستم. داری با زندگیش بازی میکنی. این بازی رو خودش شروع کرد، دقیقا 2 سال پیش. ولی اونا همدیگر رو دوست دارن. اینو هر کی فقط یه بار با هم ببیندشون میفهمه. بس یا تو ازش چی میدونی؟ من ترگل رو میخواستم. نمیتونی کسی رو مجبور کنی. من مجبورش میکنم، مجبورش میکنم راه درست انتخاب کنه.
راه درست یعنی زندگی کردن با تو. در حال از زندگی کردن با یه دانشجوی یه لقبای عاشق بشه که نمیتونه از پس خریدن یه دست لباس برای ترگل بر بیاد خیلی درست داره. ولی ترگل اونو میخواد، همه شرایطش هم قبول کرده. این حرفا مال تو فیلماست. الان اگه بخوای بری یه خونه بخری ازت چک و سفته میخوان، نه عشق و عاشقی. عشق دوران جوانی داغه، آره تنت هم میسوزونه، اما به همون زودی هم خنک میشه، گم میشه، فراموش میشه. تا قبل از خواستگاری از ترگل هیچ کس به من نگفته بود نه، اما اون جلوی من و خانوادش وایستاد گفت نه، به من گفت نه. انقدر اصرار کرد که دکترم قبول کرد. دکتر رو نمیدونم، اما من نمیذارم این دختره با این کارش آیندهش رو ببره زیر سوال. مطمئن باش پاشم برسه به ایتالیا دو ماه نشده این پسر رو عشق و عاشقی یادش میره. واقعا برات متاسفم. یه نگاه به اون چک توی کیفت بنداز، تأسف از یادت بره. مثل اینکه اصلا یادت رفت اون چک و بابتش چی از من گرفتی نه؟ چکو به خاطر این ازت گرفتم که شریک بدرم یه کثافت بی همه چیز بود که اونو دق داد و همه طلبکارشو اس گذاشت واسه من. دیگه تحمل اینو نداشتم که عروس تنم بلرزه، کی زنگ در خونه رو میزنن و یه مش طلبکار بیان هزار تا چک و سفته جدید جلوم بذارن تا صافش کنم. دیگه تحمل سر و کله زدن با بانک و مقاطع کار و مامور بیمه و شرخر و طلبکارو نداشتم. حاضر شدم به خاطر پول زندگی دوستامو خراب کنم، چون معنی زندگی کردن یادم رفته بود. دیگه تحمل اینو نداشتم که ببینم مادرم جلوی چشم داره از دست میره و من حتی از پس خرج آسایشگاهش بر نمیام. تو نمیتونی راجع به من قضاوت کنی، چون هیچی از زندگی نکبت باره یه دختر بدبخت نمیدونی. هیچی. میدونی فرق من و تو با هم چیه؟ فرق ما اینه که من با خودم رو راستم، پای کاری که میکنم وای میستم، تا آخرش هم وای میستم. اما تو خودتو پشت هزار تا دلیل و منطق علکی قایم میکنی، چون با خودت هم تعارف داری. الو، سلام، چطوری؟ راست میگی؟ میتونه مطمئن باشه. باشه باشه، بهم خبر بده. خدافظ. شب تو محضر میبینمتون آقای شهشهانی. چطور؟ ترگل بود، گفت دلش میخواد منم امشب تو مراسم عقدش باشم. با کدوم عقد؟ رضا داره همه شهر رو میگرده که یه وقت خونه دیگه پیدا کنه. موفق باشه. بگرد بگرد داره بگرد بعد بگرد دومانو بحثم بگرد تا پیدا کنی. تو اذیت میکنی، طوری نشده که میری بر میگردی بعدش عقد میکنی. رضا که فرار نمیکنه. راجع من چی فکر میکنه؟ چی فکر میخواد بکنه؟ تو که میگفتی رضا خیلی منطقیه. حالا شرار ماشینش خراب شده، خیابونه تهران شلوغه، تقصیر توه. خاطر این فال علکی نگران نباش، من با پدرت صحبت کردم، میری بر میگردی یه عروسی میگیریم که تک باشه. بابا اگه نظر من براش مهم بود هیچ وقت این شرط رو نمیذاشت که منو رضا روز آخر عقد کنیم. به نفع خودت دختر. خب تو تنها دخترشی، دلش میخواد برداشت عروسی تو باشه. خب اما زودتر میومد ایران. ببین ما میخواییم ببینیم رضا میتونه دو سال دوری تو رو تحمل کنه یا نه. الو، باشه باشه ما تا نیم ساعت دیگه اونجاییم. خدا بای خدا جون دیسل دارم.
چی شد؟ محضر پیدا شد؟ آره یه محضر تو زعفرانیه. زودتر برو آماده شد، چون اگه این دفعه دیر کنی دیگه نیم بخشه تو. بیا این همه هرس میزه، آخرش همه چی درست. تم یه زنگ به داداشت اینا بزن آدرس محضر جدید بهشون بده. ساعت 5 محضر خونه نرسه که نرسه. من الان دیگه کاری از دستم بر نمیاد. اصلا اگه فردا چکت نقد شد دلخور نشو. چون چکت یه مهر کنده. چی؟ خب من الان چی کار باید بکنم؟ چه میدونم؟ ببر یه جا کمونکورش کن دیگه. هر جایی که خودت میدونی. آدرس دفترخونه رو الان برات اسمس میکنم. خودت هم کارت تموم شد زود خودت رو برسون اونجا. نمیخوام کسی شک کنه. بجون. چه طرف از این عجبا، خیلی زود یاد ما کردیم. چی شده؟ بله؟ چی کار کنم؟ رضا محضرخونه پیدا کرده، باید گم و گورش کنیم. کجا ببرمش؟ ببرش همون کافه زهریه. با جمشید صحبت کردم، در جریانه. برای کجا هستی پسره؟ آدرسشو برات اسمس میکنم. خیلی خوب یه کاریش میکنم. باشه اسمس کن برم. باشه فعلا. الو. سلام. سلام بدرون سر. الله شکر تو اینه چه هفته دال آتازاغ احد دال دیگه؟ بویوه بابام دونن علوم ده. بابام دیر مراسم نیچه هفته دالی سالا من علوم سن الله ناراحت علما یا شهیده ناراحت دارم الله شکر خوش خبر اول آسان صفیه نجم سو خوش حال اردو بیشه اول میبده یو سورا دیارم ها؟ آیت همین خیلی لطف کرد من امیدوارم بیشتر از یکی دو ساعت هم امشب وقتتون نگیره من کاری نکردم حاج خانم خیلی به گردن ما حق دارن خواهش میکنم بالاخره تو این شب شلوغ منم درک میکنم این شناسنامه من باشه خدمتتون میخواد که تا شما شروع کنید به نوشتن انشالله بقیه هم برسه چش رو چشم آقا رضا شمایی بله یه بسته براتون آوردم از طرفی که؟ نمیدونم آشناست حتما
عجله کنی، من ماشین بعد جای پارک کردم. بفهم بستتون گفتم ماشین بعد جای پارک کردم. چی آخه بستتون؟ برش من نگیرم. الو ماما سلام. آره ممنون، اسمسی دیگه گرفتم تو راه دارم میام. باشه فعلا. ساعت پیش با من حرف زد. تا یه ساعت پیش اینجا بود. تلفنش هم جواب نمیده. من فکر کردم با شما تماس گرفته. یه ساعت پیش یه آقای اومد گفت از آژانس یه بسته آورده. رفت بسته رو تحویل بگیره دیگه برنگشت. حالا حتما یه جای همین دور و بر گم که نمیشه. نگران نباش مادر. دون بسته. آقا نزن قربت برم، استارت نمیزن، الان روشن میشه میرم. خب خلاص
تو برو بخل کار نمی فهم نه باش چی کار میکنی؟ نمیده مادر جون کارش نمیشه کرد که رضا برمیگرده من مطمئنم شما نمیدونی بچه من امروز از خوشحالی رو پاش بند نبود سلمونی رفت همون رفت چی شده اونجا؟ هیچ جا نبود انگار آب شده رفته توی زمین خواهش آقا باید ببخشم حسابی وقت شما رو گرفتیم خواهش میکنم قربان این چه حرفیه؟ ما دیگه یه باشه باید زحمت کم میکنم بابا تو رو خدا یعنی چی آخه؟ دختر جان ما که دیگه نمیتونیم بیشتر از این موضوع مواجه بشیم بیشتر از یه ساعت اینجاییم شما هم که ساعت 11 پرواز داریم میریم خونه انشالله پیداش بشه Polis sırada. Da.
تو کجا رفته بودی؟